گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم، اگر چه بعد از هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی، نه بر مژگان من اشکی نه بر لب های من آهی، نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی، نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی، نیابد محفلم گرمی نه از شمعی نه از جمعی، ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با ماهی، به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی، به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی. کیم من آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی، گهی افتان و خیزان چون غباری در بیابانی، گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی. رهی تا چند سوزم در دل شب ها چو کوکب ها، به اقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی. فریدون مشیری از مهربانان روزگار نامهربان ما بود، عشق را به خوبی می شناخت، برای من از کوچه روزهای رفته از خاطرات نامی را گفت، از حس بیتایی که گذشت زمان هم در گور به خاکش نمی تواند سپرد. ما همه در همین کوچه و با همین کوچه عاشق شدیم، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. رهی معیری با تخلص رهی از برجسته ترین غزل سرایان معاصر ایران است. محمد حسن بویوک معیری فرزند محمد حسین خان معید خلوت و نوه دوست علی خان نظام الدوله در دهم اردیبهشت 1288 خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. پدرش قبل از تولد رهی درگذشته بود. رهی معیری تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد، آنگاه وارد خدمات دولتی شد و در مشاغلی چند خدمت کرد.
از سال 1322 به ریاست کل اداره انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر، بعداً وزارت صنایع منصوب شد. پس از بازنشستگی در کتابخانه سلطنتی اشتغال داشت. رهی از اوان کودکی به شعر و موسیقی و نقاشی دلبستگی فراوان داشت و در این هنرها بهره‌ای به سزا یافت. 17 سال بیش نداشت که اولین رباعی خود را سرود. کاش امشب همان شمع طرب می آمد، وین روز مفارقت به شب می آمد. آن لب که جو جان ماست دور از لب ماست، ای کاش که جان ما به لب می آمد. در آغاز شاعری در انجمن ادبی حکیم نظامی که به ریاست وحید دستگردی تشکیل می شد شرکت جست و از اعضای مؤثر و فعال آن بود و نیز در انجمن ادبی فرهنگستان از اعضای مؤسس و برجسته به شمار می رفت. وی همچنین در انجمن موسیقی ایران عضویت داشت. اشعار رهی در بیشتر روزنامه‌ها و مجلات ادبی انتشار یافت و آثار سیاسی، فکاهی و انتقادی او در روزنامه بابا شمل و مجله تهران مصور چاپ می‌شد. در شعرهای فکاهی و انتقادی از نام‌های مستعار زاغچه، شاه پریون، گوشگیر و حقگو استفاده می‌کرد. رهی معیری در سالهای آخر عمر در برنامه گلهای رنگارنگ رادیو در انتخاب شعر با زنده یاد داوود پیرنیا همکاری داشت و پس از او نیز تا پایان زندگی آن برنامه را سرپرستی می کرد. رهی در همان سالها سفرهایی به خارج از ایران داشت، از جمله سفر به ترکیه در 1336، سفر به اتحاد جماهیر شوروی در 1337 برای شرکت در جشن انقلاب اکتبر، سفر به ایتالیا و فرانسه در سال 1338 و دو بار سفر به افغانستان، یک بار در سال 1341 برای شرکت در مراسم یادبود 900 سال درگذشت خواجه عبدالله انصاری و دیگری در سال 1345. عزیمت به انگلستان در سال 1346 برای عمل جراحی آخرین سفر رهی معیری بود. من کیستم ز مردم دنیا رمیده ای، چون کوهسار پای به دامن کشیده ای؟ از سوز دل چو خرمن آتش گرفته ای، و از اشک غم چو کشتی طوفان رسیده ای؟ چون شام بی رخ تو به ماتم نشسته ای، چون صبح از غم تو گریبان دریده ای؟ سر کن نوای عشق که از های و هوی عقل آزرده ام، چو گوش نصیحت شنیده ای؟ رفت از قفای او دل از خود رمیده ام، بیتاب تر ز اشک به دامن دویده ای؟ ما را چو گردباد ز راحت نصیب نیست، راحت کجا و خاطر ناآرمیده ای؟ بیچاره ای که چاره طلب می کند ز خلق، دارد امید میوه ز شاخ بریده ای؟ از بس که خون فرو چکد از تیغ آسمان، ماند شفق به دامن در خون کشیده ای؟ با جان تابناک ز محنت سرای خاک رفتیم، همچو قطره اشکی ز دیده ای؟ دردی که بهر جان رهی آفریده اند، یارب
مباد قسمت هیچ آفریده ای. مجموعه ای از اشعار رهی معیری با عنوان سایه عمر در سال 1345 به چاپ رسید. رهی بدون تردید یکی از چند چهره ممتاز غزل سرای معاصر است. سخن او تحت تأثیر شاعرانی چون سعدی، حافظ، مولوی، صاحب و گاه مسعود سعد سلمان و نظامی است. اما دلبستگی و توجه او بیشتر به زبان سعدی است. این عشق و شیفتگی به سعدی سخنش را از رنگ و بوی شیوه استاد برخوردار کرده است و حتی گفتند که همان سادگی و روانی و طراوت غزلهای سعدی را در بیشتر غزلهای او میتوان یافت. گاه گاه تخیلات دقیق و اندیشه های لطیف او شعر صائب و کلیم کاشانی و حزین لاهیجی و دیگر شاعران شیوه اصفهانی را به یاد می آورد و در همان لحظه زبان شسته و یک دست او از شاعری به شیوه عراقی سخن می گوید. رنگ عاشقانه غزل رهی با این زبان شسته و مضامین لطیف تقریبا عامل اصلی اهمیت کار اوست، زیرا جمع میان سه عنصر اصلی شعر، آن هم غزل، از کارهای دشوار است. خزان عشق، همان تصنیف مشهور شد خزان گلشن آشنایی که زنده یاد بدیع‌زاده آن را در دستگاه همایون اجرا کرد، نوای نی، دارم شب و روز، شب جدایی، یار رمیده، بهار، کاروان، مرغ حق و من از روز ازل دیوانه بودم که با صدای بیتای استاد مسلم موسیقی ایران زنده یاد غلام حسین بنان جاودانه شد، از مشهورترین ترانه ها و تصنیف های اوست. مه روی تو، شب موی تو، گل بوی تو دارد، گلزار جهان خرمی از روی تو دارد، گردون که سراپای وجودش همه چشم است، گردون که سراپای وجودش همه چشم است، پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد، نرگس که نظر باز بود در صف گلها، نرگس که نظر باز بود در صف گلها، تا چشم تو را دیده نظر سوی تو دارد، تا ساقی این بزم تویی، تا ساقی این بزم تویی، باده گل رنگ این گرمی و لطف از اثر خوی تو دارد، گلچین که به شیرین سخنی شهره شهر است، لطف سخن از لعب سخنگوی تو دارد. Thank you.
صبح امیدی
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم، گرد آن شمع طرب می سوختم پروانه وار، پای آن سرو روان اشک روانی داشتم. آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود، عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم. چون سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی، چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم. در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود، در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم. درد بی عشقی ز جانم برده طاقت، ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم. بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش، نغمه ها بودی مرا تا همزبانی داشتم. نخستین ملاقات رهی معیری و مریم فیروز در یکی از روزهای اردیبهشت در یک میهمانی در خانه مصطفی فاتح صورت میگیرد و همین ملاقات است که پایه یکی از شورانگیزترین و عجیبترین حکایتهای عاشقانه معاصر قرار میگیرد. از آن به بعد شورانگیزترین ترانه ها و غزلیات رهی معیری که به گفته برخی از بهترین آثار ادبیات کلاسیک معاصر به شمار می رود مایه از این عشق می گیرد. مریم فیروز را بدون تردید می توان یکی از شاخصترین زنان دوران خود به شمار آورد، دختری از یک خانواده پرنفوذ و ثروتمند. به هر رو ارتباط عاشقانه مریم و رهی ادامه پیدا می کند. رهی معیری در کنار مریم همچنان از برکت عشق شورانگیز بالیده می شود و به تشویق او با نامهای مستعار به نوشتن مطالب انتقادی در روزنامه ها می پردازد. مریم فیروز منبع ذوق شاعرانه اوست. از سوی دیگر مریم فیروز اندک اندک در محافل چپ زنان تهران شهرتی دست و پا می کند و سرانجام در انتخاب میان شوریدگی دل و سر پرشور دومی را برمی گزیند و به رغم عشقی که هرگز فروکش نکرد پای در راهی می گذارد که جز سختی و دربدری و آوارگی و زندان و شکنجه ثمری نداشت. چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی. ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو اشک مرا مانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی. من زمزمه عودم، تو زمزمه پردازی، من سلسله موجم، تو سلسله جنبانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی. دل با من و جان بی تو، نسپاری و بسپارم، کام از تو و تاب از من، نستانم و بستانی. ای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت، روی از من سرگردان شاید که نگردانی. و تا بعد شاید.
باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم، اگر چه بعد از هزار سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم.